بونه اون شکل کنم ۱۴۷۰ ۱۲ سال و ۲ ماه و ۲۸ روز. امروز 12 سال و ۲ ماه و ۲۸ روزه که من از کشورم دورم به هر دلیلی. بعضی همه کسایی که مهاجرت کردند و میکنند به دنبال یک زندگی بهتری میگردند. شرایط موجود در اون کشور مناسب براشون نیست یا دوستان که آینده خودشون یا بچه هاشون رو بهتر بسازن، به خاطر این مهاجرت میکنن. و به نظر من سوال های این شکلی که چرا از کشورت اومدی بیرون، چرا پشت کردی به کشورت، خائنی، وطن فروشی، همه این صحبت ها رو آدم ها تا تو اون جایگاه مهاجر، اون جایگاه کسی که غربت رو چشیده با تمام وجودش نیان، متوجهش نمیشن که چرا آدم ها مهاجرت میکنن. هجرت کار خیلی سختیه، غربت اصلا شوخی نیست، مخصوصا سالهای اولش آدم ها میشکونه، واقعا آدم ها خم میکنه و ازت یه آدم دیگه، یه آدم خسته قوی ازت میسازه. از همه کسایی هم که غربت رو چشیدن اگر سوال بکنی، همشون یک خستگی تو جسم و جانشون هست. نمیدونم این خستگی از کجا میاد. واسه من این خستگی واسه اینه که شاید درست حسابی با کشورم خداحافظی نکردم قبل از اینکه بخوام بیام بیرون. شاید واسه اونم هم همین شکلی باشه. یک انگار که یک چیزی تو زندگی کمه. یک برگشتی به اون کشور، یه آب دادن به اون ریشه درخت شاید واسه شون لازمه. ولی به هر دلیلی نمیتونن برگردن به کشورشون، نمیتونن برگردن به ایران و این خستگی هنوز همیشه باشون مونده. ما ها یه چوب دو سر طلایی شدیم که نه اون کشوره واسه اون خیلی دیگه جالبه، نه برگشتن به ایران واسه اون جالبه، به خاطر اینکه تغییر کردیم، به خاطر بعد از مدتها سالها بودن تو غربت تغییر کردیم بدون که خودمون بفهمیم. شاید خیلی وقتا به خاطر این برگشتن به کشور شاید به شکل موقتی شاید خوب باشه، ولی فکر میکنم خیلی سخت باشه که بخواد آدم دوباره برگرده و تو کشورش خودش زندگی کنه. امروز من مادرم بعد از سالها، بعد از 3 سال میاد استانبول بالاخره که همدیگه رو ببینیم. داداشم و خانومشم بیشتر از 9 سال ندیدم. همینطور برادرزادم که خیلی دوست دارم ببینمش، حدود 9 سال ندیدم. یکی از برادرزادم هم از واقعی که به دنیا آمده ندیدمش، چون من امریکا بودم و هیچ وقت نشده همدیگر ببینیم. به خاطر همین خیلی هیجان انگیز خواهد بود. به خانواده گفتم که از فرودگاه تاکسی بگیرم بیان خونه من، ولی چیزی که نمیدونن اینه که من اومدم اینجا ماشین کرایه کردم، میخوام اونجا سورپرایزشون کنم. خلاصه میشه بعد از این همه سال نرم دنبالشون؟ چیز میگه اکی بیاری. ۴۵ دقیقه تا فرودگاه. بچه ها 1 ساعت و ۲۱ دقیقه دیگه میرسن، نه هواپیماشون اون قرمزه. تا من برم پارک کنم ماشین تو پارکینگ و برم تو ترمینال و اینا، عالی.
قشنگ سر ساعت. فرودگاه ساخته به چه بزرگی؟ قرارم از دو سال دیگه این فرودگاه بزرگترین فرودگاه دنیا بشه. واقعا احمقانه است. هیچ چیزشو نمیشه پیدا کرد، هیچ جا نمیشه رفت، همش آدم کانفیوزه. خلاصه بچه ها دارن از اون طرف میان، الان نه هنوز ولی از اینجا میان بیرون، که الان من یه جا قایم شدم و سپرایزش میکنم. هنوز در انتظار خانواده، نیم ساعتی گذشته از وقتی که نشستن ولی هنوز نیومدن بیرون. من این پشت قایم شدم که من نبینن بتونم سورپرایزشون کنم. از در اونجا میان تو. یه ساعت گذشته هنوز نیومدن بیرون، نمیدونم چه خبره. واقعا خستم من. بعد از حدود دو ساعت اینا مثل که هنوز دارم بارشون رو نیافتم، دارم تو فوتبال هنوز دارم بار میگیرن. این دفعه دیگه اومدن، دیگه اومدن. منتظرم تا یه جایی دوستایی برستم دارم سپرایزشون کنم. بونو شکل کنم بونو شکل کنم سلام 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 سلام. موضوع خود باش عزیزم، قربونت. به من خیلی خوش اومد. درست کنم. قربون شما. خیلی خوش اومد. فدات شم. موضوع خود باش. ان شاء الله چیز بری، خوب بیت بخوشی، سلامتی. ان شاء الله که همیشه سلامت باشی. قربونت برم. ان شاء الله. بیا. قربون شکلت. قربونت برم. قربونت. به زودی مامان جا، به زودی میبینید هم دیگر دارم. آره خیلی خوش گذارم. خداحافظ خداحافظ. فقط آدم هایی که مهاجران میفهمن این لحظه یعنی چی. کلاسی؟ ما با کتک گفتستم سر کلاس نشسته و تخت کسی چیه شده؟ مامان چیه شده؟